کوالیتی آف سرویس یا QoS. QoS چیه و کجا به درد میخوره؟ واژه‌ای که بارها و بارها شاید شنیده باشیم و زیاد درکش نکردیم. QoS موضوع متفاوتیه. QoS موضوعیه که متفاوته با تمام ابزارهای قبلی که شما تا الان در نتورک باش آشنا شدید. ما در QoS به هیچ وجه دنبال برقراری ارتباطات نیستیم. ارتباطات برقرار هست. چه ارتباط لن، چه ارتباط ون، موضوع ما کیفیت سرویس هاست. کیفیت یعنی چی؟ و چه سرویس هایی به کیفیت نیاز دارن؟ و چطور کیفیت ارائه میشه؟ کارهای زیادی داریم برای اینکه بتونیم به این سوالات پاسخ بدیم. ما در کلاس های روتینگ و سویچینگ میدونیم هدفمون چیه. هدفمون اینه که ارتباطات رو برقرار کنیم و البته به صورت بهینه این کار رو انجام بدیم. ولی در کورس کوالیتی آف سرویس ما نمیدونیم که اساساً چه سرویسی نیاز به کیفیت داره و اساساً کیفیت چیست و چطور میتونیم اون کیفیت رو ارائه بدیم. در واقع همه چی رو از نو باید در این کلاس بسازیم. کانسپت متفاوتی که درکش میتونه به شما یک قابلیت ویژه جدید ارائه کنه، قابلیتی متفاوت با قابلیت‌های قبلی شما، قابلیتی کاملا در یک کلاس کاری جدید. ما کارمون رو با بحث QoS overview شروع می‌کنیم و اول باید درک کنیم که اساساً ما چه نیازهایی داریم، چه انواعی از ترافیک داریم و بعد شروع کنیم به بحث quality of service. درس بسیار جالب و در عین حال متفاوتیه. درسی که بیش از هر درس دیگه‌ای به دروس آکادمیک نزدیکه و درکش لازمش دقت و توجهه. ما در این کلاس شاید کمتر از خیلی از درس‌های دیگه کامند خواهیم زد، البته کامندهای خاص خودشو خواهد داشت. بیشتر کانسپت موج میزنه در کورس کوالیتی آف سرویس و میدونید که ما معمولاً مشکل کانسپت داریم در بچه‌هایی که دارن تو حوزه‌های مختلف کار میکنن. اگر این کلاس رو به خوبی بگذرونید مطمئن باشید یک قابلیت متفاوت که هر کسی این قابلیت رو نداره به دست خواهید آورد. بسیار خوب، کارمون رو شروع کنیم با یک مثال ساده و جالب و شاید به یاد آورنده خاطرات شما در سطح جامعه کارمون رو شروع می‌کنیم. حتما یادتون میاد ما در گذشته وقتی به بانک مراجعه می‌کردیم یا به یک سازمانی که یک سرویسی ارائه می‌داد، معمولاً یه تعدادی باجدار داشتیم مثل شکل سمت چپ و این باجدارها در واقع متولی این بودن که سرویس ارائه بدن. به عبارتی تعدادی صف تشکیل می‌شد. صف پرکاربردترین کلمه کلاس کوالیتی آف سرویس، صف یا کیو. کیو یعنی صف. حالا ممکنه ما این کیو رو با یک در واقع حرف کیو نشون بدیم یا در مواردی هم بنویسیم کیو. کیو یعنی صف. بسیار خوب، ما اگه در واقع خاطراتمون رو مرور کنیم یادمون میاد که در بانک ها یا در سازمان هایی که سرویس مشابهی رو ارائه میدادن یه تعدادی صف داشتیم و این تعداد صف در واقع باجدارهایی وجود داشتن یا تلرهایی که وجود داشتن که در واقع اون سرویسی که اون سازمان ارائه میداد رو ارائه میکردن. بنابراین تعدادی در واقع شخص در این باجه ها قرار میگرفتن یا در این در واقع صف ها قرار میگرفتن و به ترتیب سرویس میگرفتن. مثلا الان داریم میبینید که در صف اول 3 نفر ایستادن، در صف دوم 2 نفر و در صف سوم هم 3 نفر. فرض کنید ما در واقع وارد این بانک می شدیم. وقتی وارد می شدیم احتمالاً صفی رو انتخاب می کردیم که این صف کوتاه تره. مثلا من وارد می شم و میام در صف دوم قرار می گیرم. با چه هدفی؟ با این هدف که بتونم سرویس رو سریع تر بگیرم. من اینجا وایستدم و می خوام سرویس رو سریع تر بگیرم. ولی مثلا از بعد روزگار پشت سر کسی قرار می گرفتم که این شخص کار زیادی داره. مثلا می خواد حساب بانکی باز کنه، بعد رو حساب بانکیش یه اقداماتی انجام بده، شاید چند برابر یک نفر عادی زمان بر کارش لازمه. بنابراین ما پشت سر این شخص قرار گرفتیم. دقت کنید نفرات بعدی که میان